82,547 طلاق داشتیم در 6 ماه اول امسال در مقابل 289,000 ازدواج. این عدد بسیار بالاست، بسیار تلخه. این ازدواج ها که منجر به طلاق میشه به هر علتی خیلی از خانواده ها رو نگران میکنه و موجب تشنج در خانواده ها میشه و دلایل مختلفی هم داره. یکی از این موارد همون تنگی اقتصادی است که بعضی از ازدواج ها سوری صورت میگیره برای استفاده از وام ازدواج و یا کارهای دیگر، تسهیلات دیگری که گرفته بشه. در صورت وام ازدواج قرار است که به 50 میلیون تومان برسه. امیدواریم که از این وام ازدواج در جهت ازدواج های خواسته شده، ازدواج های صحیح مورد استفاده قرار بگیره. اما امروز آقای سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است که روسیه و چین به ما پیغام دادن که اگر پالرمو و سی اف تی از سوی ایران تصویب نشه، در آینده نمیتوانند با ایران همکاری بکنند. اگر این خبر درست باشه که منبع کاملا درست هست، در واقع روسیه و چین به نوعی دارن شانه خالی میکنن از همکاری با ایران. اما بازار بورس و بازار ارز و بازار طلا امروز به این صورت بوده که شاخص بورس تهران هم امروز 2893 واحد افزایش داشته و قیمت هر دلار هم امروز به 13300 تومان رسیده و هر یورو به 14500 تومان و هر سکه هم 4,513,000 تومان خرید و فروش می شده. دیجی گولد گزارش داده که هر اونس طلا در بازارهای جهانی با اندک افزایش به 1490 دلار رسید و هر گرم طلای 18 عیار هم 460,500 تومان و هر دیجی گولد هم 4,658 تومان قیمت گرفته. و اما سوء استفاده از ارزهای 4200 تومانی رو پایان نیست. امروز هم آقای سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات، خبر داده که کاغذ نشریات رو، یعنی کاغذ روزنامه ها رو، یعنی کاغذ ما رو، با سربرگ و مهر تقلبی و ارز 4200 تومانی گرفتند و به قیمت آزاد فروختند. این سوء استفاده از این ارزهای 4200 تومانی همچنان ادامه داره. یک خبر دیگری که البته خیلی جاهای دیگر هم دیدید سر صفحه به دست من رسیده که خبر خوبی نیست، خبر زیبایی نیست، اونم اینه که پدر و مادر پویا بختیاری که جان باخته بود، یعنی آقای منوچهر بختیاری و خانم ناهید شیرپیچه، بازداشت شدند. یک منبع آگاه گفته که خانواده پویا بختیاری فعالانه بر اقدامات ساختار شکنانه خود اصرار ورزیدند و به همین منظور گفتن که با حکم قضایی ناچار شدن که اونها رو بازداشت بکنن. در صورت توضیحاتی که دادن توضیحات قانع کننده ای نبوده و پدر و مادری رو که عزادار فرزند جوانشان رو هستن رو بازداشت کردن هزینه های سنگینی داره. و خبری که خبرگزاری رویتر داده بود از دیروز تا حالا یک ولوله انداخته، یک طوفانی به پا کرده. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ادعای رویتر درباره کشته شدن 1500 نفر در حوادث آبان رو تکذیب کرده. اما آقای محمدعلی ابتهی در یک توییت گفته که تعداد واقعی کشته های حوادث آبان را اعلام کنید تا رویتر خبر منتشر نکند. و همینطور جعفرزاده نماینده مجلس هم گفته که آمار جان باختگان حوادث اخیر را گرفته ایم اما مجاز به اعلام آن نیستیم.
یعنی آمار وجود داره اما اون رو اعلام نمی کنن. در هر صورت همه اینها موجب میشه که دیگران و دیگران هم در این زمینه اظهار نظر بکنن. از جمله آقای مایکل پریجنت از مؤسسه هاتسون هم ادعایی گفته کرده و گفته است که مسئولیت کشتار معترضان را میخواهند به گردن زیر دستان یا عوامل خود سر بیندازند. و در قسمت دیگری هم ایشون گفته که وقتی اینترنت را قطع کردن مشخص بود میخواهند دست به اعمال خشونتبار بزنن، یعنی دست به کشتار بزنن. و یک مقام گزارشگر بدون مرز یعنی آقای رضا معینی هم گفته که سازمان ملل باید بر اساس گزارش رویتر درباره کشتار معترضان ایران تحقیق بکنه. همه این اظهارات موجب میشه که خبر رویتر کاملا به تحریک بکنه که مسئولان آمار واقعی رو ارائه بدن یا اون آقای نماینده مجلس که آمار رو داره اون رو ارائه بده. در این وسط آقای اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل هم از این موضوع بول گرفته و تندترین کلمات را بر علیه مقامات جمهوری اسلامی گفته. ایشون امروز توییتی کرده و در اون گفته که آقای آیت الله خامنه ای یک جنایتکار جنگی است. این کلمات تند رو برای نخستین بار وزیر خارجه اسرائیل به کار ببره و او گفته که او دستور قتل 1500 نفر از مردم معترض را داده. این رد و بدل شدن کلمات جنگی یا words war یا جنگ لفظی ما بین ایران و اسرائیل داره بالا میگیره. اگرچه ایران در این 40 سال مرتبا حملات لفظی به اسرائیل میکرده اما این روزا کمتر هست. اما مقامات اسرائیل شتاب دادن به این حملات لفظی خودشون. از جمله در کانال فارسی اسرائیل امروز اومده که در روزهای آینده صفحه توییتر ارتش اسرائیل به زبان فارسی شما را با چهره های پولبر و غارتگر آقازاده های رژیم آشنا خواهد کرد. و همین این کانال گفته که طی 24 ساعت آینده که شاید در این ساعت به اون 24 ساعت رسیده باشیم اطلاعاتی را درباره فرزندان سران نظام در اختیار شما خواهیم گذاشت. اما میرسیم به یادداشتایی که امروز سر صفحه به دست من رسیده. یک یادداشت از آقای سعید حجاریان بوده تحت عنوان متافور و قدرت. ایشون توضیح دادن که متافور کلمه ایست یونانی که به اموری شبیه به استعاره و تشبیه و تمثیل اطلاق می شود. در آغاز یادداشتشون آقای سعید حجاریان نوشتند قدرت ها به منظور موجه جلوه دادن خود علاوه بر تطمیع و تهدید ناگزیر از چنگ انداختن به عنصر ایدئولوژی هستند و به همین خاطر دست به ساختن فضاهای مجازی و پر از ایهام میزنند تا خود را مشروع جلوه دهند. و یادداشت دیگر از خانم پروانه سلحشور بوده نماینده مجلس. ایشون در این یادداشت عنوان دادن که دشمن اصلی ما سوء مدیریت و ناکارآمدی سیستماتیک است. در قسمتی از یادداشتشون نوشتن دشمن اصلی ما سوء مدیریت و بی برنامه بودن است و ادعایی که دائما بدون تخصص در هر حیطه‌ای اظهار فضل می‌کنند. خانم پروانه سلحشور در این یادداشتش نوشته در این شرایط سخت و دشوار بازگشت به مردم، اصلاح قوانین نادرست و اجرای قوانین بدون قید و شرط، حضور نخبگان متخصص و دلسوز در مسئولیت‌ها، حذف نهادهای استصوابی و انتصابی موازی، عدم دخالت و اظهار نظر افراد و نهادها در مسائل غیر مرتبط، پاسخگو بودن همه افراد در برابر قانون از جمله مواردی هستند که می تواند کشور را به مسیر درست بازگرداند و مردم را به آینده امیدوار کند. ایشون نوشتن در پایان این موضوع که فراموش نکنید که ایران برای همه ایرانیان است نه برای یک عده خاص.